درود بر همیهنان شجاع و آزادی خواهم هم. در دومین برنامه خبری امروز با خبری مهم که دقایقی پیش به دست ما رسید در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید وضعیت امنیتی در زاهدان تخلیه چند محله مهم شهر و لورفن عملیات خرابکاری اطلاعات سپاه روزهای سخت در انتظار خانواده های ایرانی سال پیش رو نرخ فلاکت رکورد می شکنه. پیش از ادامه برنامه از شما عزیزان و همراهان همیشگی می خواهیم که این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید ما به جز شما یار و همراهی نداریم وضعیت امنیتی در زاهدان، تخلیه چند محله مهم شهر و رفتن عملیات خرابکاری اطلاعات سپاه. ساعتی پیش و در خبری بسیار مهم رسانه های محلی از کشف یک بسته مشکوک به بمب در زاهدان خبر دادند. به گزارش یک رسانه محلی، یک بسته مشکوک به بمب داخل یک کیف پارچه‌ای در کنار بلوار خیابان شریعتی و کوچه حافظ در زاهدان کشف شده است. گفته می شود که نیروهای امنیتی در محل حاضر شده و به مردم اجازه نزدیک شدن نمی دهند. این رسانه با توجه به سابقه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سناریو سازی در مواقع حساس و خاص احتمال می‌دهد این اتفاق سناریویی از پیش شده از سوی این نهادها برای بهره برداری قبل از انتخابات روز جمعه 11 اسفند ماه باشد که از سوی آنها برنامه‌ریزی شده است در پی لو رفتن این سناریو گزارش شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد که چندین محله در زاهدان تحت حفاظت شدید نیروهای اطلاعات سپاه قرار دارند گویا مأمورانی که قصد انجام عملیات خرابکاری در این شهر را داشتند پیش از انجام این مأموریت توسط مردم شناسایی شدند و موفق به انجام این عملیات نشدند. از سوی دیگر ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان میدهد مردم زاهدان با پاره کردن بنرهای کاندیداهای های انتخابات مجلس در این شهر اجازه تبلیغات برای شرکت در سیرک انتخابات را به مزدوران نظام نمیدهند در همین رابطه طی روزهای گذشته خبرهای بسیاری از سناریوهای احتمالی نظام در روز انتخابات مطرح شده است ادعی بر این باورند که با توجه به استقبال اندک و مشارکت ده درصدی مردم در سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی حکومت قصد دارد تا با انجام عملیات خرابکاری در روز جمعه مشارکت پایین را به دلیل ترس مردم از حضور در پای صندوق رأی عنوان کند سناریویی که بارها از طرف جمهوری اسلامی انجام شده و از آن بهره برداری تبلیغاتی کرده است از سوی دیگر در روزهای گذشته و در حالی که جناهین جمهوری اسلامی در تلاش هستند تا نمایش دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را پیش ببرند اصناف و گروه های مختلف در پی تشدید بحران های معیشتی تجمعات مختلفی را در سراسر کشور برگزار کردند بازنشستگان مخابرات که هفته هاست روزهای دوشنبه تجمعات اعتراضی سراسری در کشور برگزار می کنند. با وجود بارش برف و باران در استانهای مختلف در دهها شهر ایران تجمع کردند خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا به تجمعات سنفی مختلف پرداخته و نوشته اعتراضات بازنشستگان مخابرات دستکم در استانهای تهران آذربایجان غربی اردبیل لورستان هرمزگان گیلان مرکزی و کردستان برگزار شده است بر اساس این گزارش تجمع دیروز بازنشستگان مخابرات 53 مومین تجمع هفتگی این بازنشستگان بود که به صورت سراسری هر هفته در ده ها شهر ایران برگزار می شود. روز گذشته همچنین پرستاران در مقابل استانداری فارس در شهر شیراز تجمع کردند. اعتراض پرستاران به شرایط دشوار شغلی، تحمیل اضافه کاری اجباری، ترفیه پایین دستمزد است. پرستاران معترض شعار می دادند مسئول بی کفایت استفا استفا. استفا. همچنین در پی ریزش شدید نمادها در بازار بورس شماری از سهامداران روز سهشنبه هشتم اسفندما در مقابل ساختمان بورس و اوراق بهادار در تهران تجمع کردند آنها رئیس سازمان بورس را خطاب قرار داده و شعار میدادند عشقی بیکفایت استعفا استعفا شماری از کارکنان منطقه عملیاتی نفت و گاز سیری شرکت نفت فلات قاره نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه ششم و هفتم اسفندما در اعتراض به دستمزدهای پایین و ناکافی اعتراضاتی را برگزار کردند کارگران معترض شرکت نفت فلات قاره میگویند باید سقف حقوق و مزایای مزدی برای کارکنان عملیاتی نفت برداشته شود و خواستار اجرای کامل ماده ده قانون نفت و همچنین عدم دستاندازی به صندوق نفت و حفظ استقلال این صندوق هستند کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز که از هفته گذشته اعتصاب کرده اند همچنان اعتراضات خود را ادامه می دهند. این کارگران دیروز و در هفتمین روز از اعتصاب با تجمع در مقابل ورودی این مجموعه صنعتی از ورود مدیرعامل به داخل شرکت جلوگیری کردند. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، همسانسازی حقوقها و بازگشت به کار همکاران اخراجی خواسته اصلی کارگران گروه ملی فولاد اهواز است. اعتراضات اصناف و گروهها در کنار بیتفاوتی مردم به دو انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی که قرار است روز جمعه 11 اسفند برگزار شود نشان از فاصله عمیق میان مردم و حکومت دارد در همین رابطه روزنامه فرهیختگان نیز در شماره روز سهشنبه هشتم اسفند ماه نوشته که تنها چهار روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است یکی از پرسش که در این میان مطرح می شود این که این انتخابات آتی چه تأثیری بر سرنوشت مردم و کشور دارد روزهای سخت در انتظار خانواده های ایرانی سال پیش رو نرخ فلاکت رکورد می شکند. طی یک سال گذشته شاخص فلاکت در 25 استان ایران با افزایش روبرو شده است. کارشناسان اقتصادی به کاهش تورم با سیاست گذاری دولت امیدی ندارند و با توجه به کسری بودجه فقر و فلاکت طی سال آینده نیز همچنان در میان خانوارهای ایران گسترش خواهد یافت. هرچند دولت مدعی کنترل اوضاع اقتصادی و بهبود شاخص هاست اما گرانی و بیکاری در ایران سبب افزایش شاخص فلاکت در کشور شده است آمارها نشان میدهد شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ بیکاری و تورم به دست میآیند طی یک سال گذشته در مناطق شهری 25 استان کشور با افزایش چشمگیری روبرو بوده است افزایش جمعیت فقیر در ایران که برای تأمین ضروری ترین هزینه های زندگی با بحران روبرو هستند در حالی افزایش یافته که چشمانداز اقتصادی ایران در ماهای پیش رو نیز تیره و تار است. لایحه بودجه 1403 با کسری عملیاتی بیش از 400 هزار میلیارد تومان بسته شده است. از سوی دیگر به دلیل تداوم ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده که به عقیده کارشناسان بار جبران کسری بودجه را به دوش اقشار حقوق بگیر خواهد انداخت. و فشارهای معیشتی بر این قشر را افزایش میدهد این همه در حالی است که تیم اقتصادی دولت ادعا کرده بودند طی سال جاری تورم را به سی درصد کاهش خواهند داد اما تورم همچنان در کانال چهل درصد باقی مانده است کارشناسان اقتصادی ناتوانی دولت در مهار تورم در ماهای آینده را نیز محتمل می‌دانند. در همین رابطه مهدی پازوکی اقتصاددان گفته که کاهش تورم منوط به سیاستهای دولت است. یعنی اگر سیاست دولت کنترل حجم نقدینگی باشد به طور قطع می تواند روند تورم را رو کنترل کند ولی اگر سیاست دولت باعث گسترش عدم توازن در بودجه شود و مخارج دولت بیش از درآمدها باشد منتج به کسری بودجه و کسری بودجه هم منتهی به افزایش حجم نقدینگی و در ادامه نرخ تورم فزاینده خواهد داشت در نهایت قدرت پول ملی به شدت کاهش پیدا می کند و به دنبال آن رفاه جامعه پایین می آید. مهدی پازوکی توضیح داده که دو شاخص موتور نقدینگی را روشن می کند. یکی بیانزباتی در سیستم بانکی است که شامل افزایش بدهی های دولت به سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود پس بیانزباتی پولی در سیستم بانک مرکزی در افزایش نقدینگی نقش دارد که مسئول آن بانک مرکزی است. دیگری بیانزباتی مالی در سند بودجه است که کسری بودجه را به دنبال دارد. یعنی وقتی مخارج دولت بیش از درامت ها باشد این تبعات را خواهد داشت این اقتصاددان با اشاره به اینکه با گذشت بیش از دو سال و نیم از تشکیل دولت هنوز راهبرد اقتصادی دولت مشخص نیست گفته که ما در حال حاضر در لیست سیاه FATF قرار داریم دولت باید بداند اگر میخواهد با دنیا تجارت کند و بخش تجارت خارجی در خدمت توسعه اقتصادی باشد و نیز سیستم بانکی با دنیا کار کند و تحریم ها بی اثر شود باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشد این به نفع دولت است او همچنین گفته در حالی که طبق سند چشمانداز 1404 که کمتر از دو سال آن باقی مانده با نه تنها شاگرد اول نشدیم بلکه از رقبای منطقه‌ای مثل امارات، عربستان، کویت، آذربایجان و ترکیه عقب افتادیم. کامران ندری دیگر اقتصاددانی است که چشمانداز اقتصاد ایران را پیچیده و دشوار ارزیابی کرده است. این اقتصاددان گفته حجم مشکلات فعلی در اقتصاد ما به حدی بالا رفته که دیگر منابع درآمدی جاری دولت نمیتواند جوابگوی تعهدات باشد یا باید دولت در هزینه ها بازنگری کرده و هزینه های غیر ضروری را حذف کند یا دولت باید برنامه های را در اقتصاد پیش ببرد که به افزایش تولید در اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کمک کند عمق و شدت مسائل ساختاری که نتیجه عملکرد ضعیف در چند دهه گذشته است به حدی شدت گرفته که حتی با یک رشد اقتصادی بالا نیز حداقل در میان مدت قابل حل نیست. کامران ندری گفته که در شرایط فعلی از منظر اقتصادی در یک دور باطل مدیریتی قرار داریم و اگر این ساختارها تغییر نکند و انقلابی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ما و مدیریت اقتصاد اتفاق نیفتد و اید میدانم که براحتی بتوان مسائل و مشکلات را حل کرد. مسئله کسری بودجه نیز سالهاست در کشور ما مطرح است و در این ساختار مدیریتی و سیاسی راهکاری ندارد اگر راهکاری وجود داشت دولت‌های مختلف تا کنون به آن رسیده بودند باید تحولات بنیادینی در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نهادهای اقتصادی و عرصه مدیریت کشور رخ دهد اما این تغییرات هزینه دارد و گروه های اقلیت و زینفعی که از شرایط موجود سود میبرند به همین سادگی رضایت به تغییر وضع موجود نخواهند داد بنابراین ما در یک وضعیت پیچیده سیاسی اجتماعی و اقتصادی قرار داریم که عبور از آن اصلا ساده نخواهد بود یاران و همراهان عزیز و ارجمند به پایان این بسته خبری از کانال آوای ایران رسیدیم ما به مهر شما دلگرمیم لطفا لایک و کامنت فراموش نشه پاینده ایران و بدرود